بخشش بخش آموزشه، به نظر من میاد بخش خصوصی خیلی پیشرفته تر شده از بخش مثلا هنرستان ها. علتش هم اینیست که متاسفانه بهایی داده نمیشه. بخش آموزش بسیار بسیار حساسه، یعنی شما باید حتما آدمایی رو بگمارید اونجا که بتوانه این بچه ها رو بسازه. این که فکر و خیال آدم در حقیقت یک بخشیش بخش آموزش این مملکتی که ساخته باید بسازه، باید بسازه. اینی که فکر و چیز آدم رو برمیزه، یکی از بزرگترینش مثلا همین ارکستر سمفونی، ارکستر سمفونی که یه قدمت اونجوری داره، این نیستش که در حال حاضر ما میبینیم. خیلی از کسانی که باید در اون ارکستر باشن، باید باشن، نوازنده های بسیار بسیار خوب، متاسفانه نیستن. خودم رو عرض میکنم، شاید هر حال کسی که سالها سنش و روزگارش رو در این ارکستر گذرونده، وقتی که از این جمع میاد بیرون، خیلی دوست داره اگر مثلا یادش بکنن کنسرتی هست بره ببینه. خودم هیچ وقت دیگه این شوق و میل و این حرفا رو نمیبینم که اصلا بلشم برم ببینم، برای که میگم فکرمو مشغول میکنه اون وقت. یک داستان کوچیکی رو براتون بگم، دلم میخواد، دوست دارم اینو بگم. من پدرم مدت‌ها بود که دچار بیماری سرطان پروستات شده بود. در آخرین باری که در حقیقت پلوی یک پزشکی رفتیم و نمیدونم اینها، این پزشک عنوان کرد که دو تا پزشک قلب میان بالا سر پدرت و این رو عمل میکنیم. حال چون پدر شما یه مرتبه انفاکتوس کرده، ما عملش میکنیم، انشالله که هیچ چیزی نیست. این موقعی بود که هنوز در حقیقت پدر من معلوم نشده بود چه مشکلش چیه، تا یک شبی که ما با یک رهبری به نام آقای چارلز واندرزند که هلندی بود، با ایشون کنسرت داشتیم و قطعه سمفونی 6 چایکوفسکی رو قرار بود اجرا کنیم. حالا شما فکر کنید که اون رهبر معمولاً وقتی که میاد راجب قطعه‌ای که میخواد اجرا کنه یه شرحی میده که مثلا حالا این قطعه سمفونی ناتمام چرا ناتمامه، چرا شوبرت مثلا این سمفونی رو نوشته، تحت تاثیر چی بوده، نمیدونم. خب اینا رو به هر حال میگن. قسمت چهارم این سمفونی 6 در حقیقت یک مثل مارش فنبره، مثل یه مارش عزاس، یعنی یه چیزی که آدم همش فکر میکنه یک قلبیه در آخرش داره از کار میفته. اون آقای چارلز واندرزند عنوان میکرد که این رو برای در حقیقت تشییع جنازه روزولت و چرچیل زدن. حالا ما امشب قرار اینو ما اجرا کنیم. بعد از ظهرش من رفتم بیمارستان. اون موقع این بیمارستان به نام شارزا بود، الان نمیدونم چه اسمی داره. رفتم اونجا. کجا بود؟ توس، بیمارستان توس الان. بله. به من گفتن که شما رو آقای دکتر کلالی میخواد. آقای دکتر کلالی پزشک قلب. موقع که رفتم پلویشون برگشتن گفتن که ظهیرالدینی، این شما خیلی بدشانسی. گفت
بعد از اینکه حالا فکر می‌کردیم قلب ایشون کار می‌ده، پدرت سرطان داره. خلاصه یه مقداری از این صحبت‌ها کردن و ما حتی گفتیم اگه خارج بفرستیم اینا، گفت فایده‌ای نداره، نمی‌دونم فلان. و من حالا با این حالی که وضعیتم خرابه و نمی‌دونم اینا، می‌خوام برم پدرمو ببینم و بعدم از اونجا بلند شم برم کنسرت. یک شبی که هیچ وقت تو زندگیم فراموش نمیشه، یعنی هیچ وقت اون صحنه رو شما من یادم نمیره که این ساز من این قسمت اون برش تمامش شده بود شوره، شوره اشکایی که در موقع کنسرت من ریختم، یعنی به قدر، یعنی فکر میکردم حالا قسمت چهارم اینه که داریم میزنیم، این پدر منه که دارم الان میبرنش. من هنوز که میگم راجع به این مطلب هنوز یاد اون شب میفتم. حالا شما فکر کنید قطعات چایکوفسکی، نمیدونم که من روش خیلی چیزم در حقیقت سرسپردم، این بعد یه این موسیقی رو گوش میدم تحت تاثیر عجیب غریبی قرار میگیرم و این هیچ وقت یادم نمیره و هر دفعه میگیرم میشینم این برای من اصلا دنیاست. موسیقی با من این واقعا اینجوری بوده برام. فکر کنید که من اینجا 70 تا شاگرد دارم، تو این 70 شاگرد اگه بخوام بگم آقا انتخاب کنم، میگم دو تاشون به درد این کار میخورن، بقیه شون همه کسانی هستن که به هر حال اون اوج و عزیز هستن، یعنی واقعا میگم خیلی توشون از اینجور هستن، ولی حالا از توی همینا بخوایم انتخاب بکنیم میگیم آقا دو تا دارای اون چیزهایی که باید باشن هستن. حالا در مورد مسئله این 100 سال اخیر در مورد اینا، شما گاهی مثلا فرض کنید خیلی کسا رو میبینید که به واقع باید ستایش بشن، آدم هایی بودن که استخون خورد کردن تو این کار. دوره ای میتونیم بگیم، مثلا در دهه 40 مثلا در این کیفیت رو، در دهه 50 اینطوری. بله بله، اینو در مورد مسئله فرض کنید ارکستر میشه صحبت کرد. ببینید ارکستر سمفونیک خب داره یه تاریخچه 90 ساله و نمیدونم فلان، اما اگر ما بخوایم بیایم فکر کنیم که در چه دورانی این ارکستر به واقع ارکستری بود که روش خیلی حساب میشد، یعنی یک ملاک جهانی داشت، سخت‌ترین قطعات میومد و این بچه‌ها اینا رو اجرا میکردیم. ما من میتونم بگم بهترین دورانش از سال 51 بود تا سال 57، زمانی بود که این ارکستر یک پیشرفت اصلا غیر قابل باور داشت. 15 یه رهبر از خارج میومد تمام تجربیاتشو پیاده میکرد رو این ارکستر و میومد چیز یاد میداد، بچه ها چیز یاد میگرفتن، قطعات مختلف نمیدونم فلان. نهایت این شده بود که اصلا این ارکستر در سال آخر زمزمش بود که بره فرانسه و صفه ضبط کنه، یعنی اینقدر این پیشرفت کرده بود. اونجا بود که آدم فکر میکرد این ارکستر اینجوری آمد بالا و اوجش اون سالها بود و بعد از اون دوباره سرازیری شد تا الان که به هر حال حالا کجدار و مریض دیگه، یه زمانی حالا یه کنسرتی هست یه زمانی نیست، مخصوصا تو این 7-8 سال گذشته که اصلا همون عزیز ذلت. مسئله موسیقی ایرانی که باید واقعا میگم سنتی در حقیقت خیلی پیشرفت شد، به واقع اهمیت بیشتر به اون داده شد، قابلیت اینم داشتن برای بزرگی، نوازنده های خیلی
خوب و ساخته های خیلی خوب و رسیدگی هم به هر حال به این ارکستر شد. یعنی این ارکسترا پای به بیرون رفتن پیدا کردن، رفتن مورد تشویق قرار گرفتن. خب مردم خیلی گرایش پیدا کرده بودن به موسیقی سنتی. اما در مورد مسئله پاپ هم میگم یه چیزی، یک گرایش یادم باید داشته باشه به این چیزها، دنبال بکنه. طبیعتا همین کنسرت هایی که هر شب به پاس و خواننده های پاپ هم روی ارسن و نمیدونم فلان اینا. اما اصولا من آدم بی‌ذوقی هستم، زیاد دوست ندارم و پیگیرشم نمیشم. ببینید این تلفیقی یا اینا بیشتر در حقیقت در موسیقی ایرانی و سنتی و چیزه. یعنی اگر من درست منظور شما رو فهمیده باشم، منظوری نیست که مثلا ارکستری باشه هم از افراد ارکستر مثلا سمفونیک باشه، تلفیقی شده باشه از این و سنتی ها. اگر منظورتون این باشه، به نظر من قشنگه، کار قشنگیه، سالها هم شده. پایه ارکستر یه ارکستر سمفونیکه، ولی استفاده شده از مثلا سنتور، تار، اینا رو آمدن، تنبک. نه این منظور این باشه، خیلی چیزای خوبیه و من یادمه که این تجربه خیلی خوبی بوده که به وسیله اساتیدی مثل آقای دهلوی مثلا، یکی از بانیان این کار بوده، آقای مرحوم خالقی، خب اینا کسایی بودن که برای این کار واقعا زحمت کشیدن و از دوره اینا اصلا اینا بوده. کار خیلی خوب و خیلی در حقیقت نو بود، حتی بیشتر از اینم پیش رفتن، اضافه کردن کل سازهای در حقیقت سنتی رو کلن با یک ارکستر بزرگ کلاسیک. نظر بسیار 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 خوبی دارم از این بابت، تجربه خیلی خوبی هم دارم از دیدنش فقط. حرکتشون بیشتر به سمت موسیقی پاپه. توی ماشین هر کسی میرید وارد میشید، تو این جوونا همه از موسیقی پاپ استفاده میکنن و دوست دارن و خیلی هم کنسرت هایی که اینا میدن مورد توجه خیلی ها قرار میگیره و خیلی ها دوست دارن که کنسرت اینا رو برن. در همه جای دنیا همینه. یعنی به نظر من میاد که موسیقی پاپ موسیقی چیزتریه، مورد پسندتریه. صد درصد. ببینید یه کسانی هستن که الان هم نوازنده های قابلی هستن، هم کارشون روز به روز اون قابلیت رو پیدا کرده که نوآوری ها و نمیدونم اینا. الان کسی که مثلا فرض کنید قدیم شما یک کسی که کمانچه کش میشه میزد، شما بیایید الان مقایسه کنید با آقای مثلا کیهان کلهور ببینید، یا مثلا آقای کامکار ببینید، اینا الان به چه تبحر و چقدر استادی رسیدن که اونجور این ساز رو متحول کردن. الان آقای حسین علیزاده وقتی که داره ستار میزنه یا تار میزنه، آدم فکر میکنه گیتار فلامینکو داره. یعنی اینقدر واقعا در نوازندگی فوق‌العاده اون پیشرفتی که باید بکنن کردن. در مورد مسئله خوانندگانشون همینجوره، همین آقای عبدالله خان قوامی یا دوامی فکر میکنن که مشهور بود به عبدالله دودونگی مثلا، احترام میذاریم به علتی که پیشکسوتن نمیدونم فلانن، اما خب در بیاید ببینید مثلا فرض کنید خوانندگیشون رو مقایسه کنید با آدمایی مثل الان وجود دارن، چقدر درک، چقدر اینا همشون ردیف دونن، مطالعه کردن، ضمن اینی که مثلا صداهاشون هم کاملا ساخته شده. به همون طریق سازهای سنتی رو هم عرض کردم، به نظر من میاد که یک تحول عظیمی توش صورت گرفت. در قدیم پدر من
کارش این بود. یعنی ایشون رئیس اداره سرود و موسیقی مدارس بود. زنگ اصلا در مدارس بود، زنگ سرود نمیدونم فلان اینا، یعنی موسیقی به یه نحوی به هر حال وارد چیز میشد. اما خب الان تصور نمیکنم اصلا یه همچین چیزایی وجود داشته باشه. به هر حال این کاستیه. اگر نقش آموزش و پرورش رو بخوام بکنیم، خب مثلا یکی این که بازی بگیرن به هر حال موسیقی رو و در دروسشون اصلا چیز کنن. ما خیلی چیزها رو فقط به طور نمایشی داریم، حتی زنگ ورزشی که میگن شما میدونه عملا یعنی هیچی، ولی موسیقی میتونست یه جایگاهی داشته باشه. یا در مورد دومین جایی که فرمودی از جهت تبلیغات فرمودی، رسانه ها بله. باز در قدیم من یادم اصلا تلویزیون کانال 3 یه برنامه زنده‌ای داشت، هر هفته برنامه های موسیقی در حقیقت کلاسیک هنرستان ها رو بچه هایی که مثلا فرض کنید کار آماده کرده بودن می اومدن در تلویزیون و عینش رو اجرا می کردن. آقای ناصری که خدا بیامرزدشون، ایشون اصلا یک ساعت برنامه داشت راجع به موسیقی در رادیو صحبت میکرد، سبکای مختلف نمیدونم فلان، که خیلی ها مثلا علاقه داشتن میشن گوش میکردن. ولی الان فکر میکنم کمتر، متاسفانه کمه. موسیقی به من زندگی داده، من نفسی که میکشم حس میکنم نوت نفس میکشم، یعنی اینقدر علاقه دارم. من اصلا میگم زندگی بدون موسیقی یعنی هیچی. من از صبح که میام اینجا تا شب کارم با موسیقیه. شب تازه میرم خونه میگیرم میشینم یک نوار میذارم، یه سیدی میذارم میشینم گوش میدم. خودم هنوز تو این سن میگیرم میشینم تمرین میکنم، که اگر احیانا شاگردی درس دادم رفته بالا قطعات سخت داره میزنه، بیام بگیرم بشینم وقتی که دارم تدریس میکنم خودم هم باهاش بزنم. چیزی من به موسیقی ندادم. ما همیشه امیدواریم، همیشه امیدواریم. در مورد خیلی از کسا، خودم یا دیگر همکارانم، خیلی راحت میتونستیم از این مملکت بریم با اون ساختی که در ما، در چه خودمون از جهت کار نوازندگی، چه در اون سالهای درخشانی که عرض کردم از سال 51 تا 57 ما قطعی نبود در ارکستر که دیگه نزده باشیم و اینقدر روی اینها به هر حال احاطه پیدا کرده بودیم و اینا، که هر جا می رفتیم در هر مملکتی می رفتیم مطمئن به کار گماشته می شدیم. اما نرفتیم. چرا؟ امیدوار بودیم که ما اینجا می مونیم، می سازیم، درست میکنیم، نیرو نگه میداریم، ارکستر رو سر پا نگه میداریم. و اون موقع این امیدواری بود، الان هم این امیدواری هنوز هست. یعنی ما هم امیدواریم هنوز که انشالله روز به روز وضعیت بهتر بشه.